درود به همگی، من سفید فرهمند هستم و با یه آموزش دیگه در خدمتتونم. اگر هنوز کانال سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید که کلی به من انگیزه برای ساخت محتوای بیشتر در زمینه آموزش زبان آلمانی میدید. خیلی ممنون. خب در این ویدیو میخوام در مورد پرپوزیسیون این داتیف صحبت کنیم، یعنی حروف اضافه ای که داتیف ساز هستن. دو تا شعله من اینجا نوشتم تا بعد که پاک کنم برم بقیه رو بنویسم چون جا نیست. اولیش بچه اوسه، اون یکی هم بایه. ببینید که میگم پرپوزیسیون میت داتیو یعنی چی؟ یعنی اینه یه سری حرف اضافه هستند خب که بعد از اونا ما باید اگر آرتیکلی داریم به صورت داتیو بیاد، حتما باید داتیو بشه، یعنی نومیناتیو، آکوزاتیو، گنتیو نمیتونه و فقط باید داتیو باشه. اولی اوسه، تو سه تا حالت ما از اوس استفاده داریم که بعدش هم که باید قاعدتا داتیو بیاد. اولی ارگت ام اخت و اوس دم هاوس. ببینید شکل همیشه یادت باشه بیرون اومدن از جایی، یکی ارگت ام اخت و اوس دم هاوس، اون ساعت هشت، اون آقای ساعت هشت از خونه میاد، داره بیرون میاد دیگه از خونه، درسته؟ ساعت هشت از خونه بیرون میاد، مثلا طبق این چیزی که بخوام بگی معنی بیرون اومدن داره. پس چی؟ پس اینجا اوس استفاده کردم، ببین بیرون اومدن از جایی، بعد بعدش داتیو میشه. آرتیکل هاوس چیه؟ داس، داس هاوس، درسته؟ وقتی داتیو میشه میشه دم. ارگتم اخت و اوس دم هاوس. مثال بعدی ایت هاو کاین گلاس کانست اوس در فلاش دنکه، یعنی که من لیوان ندارم، کانست اوس در فلاش دنکه، میتونی از بطری بنوشی، یعنی بین لیوان اینجوری بنوشی که معنی از میده، میتونی از بطری منظور از بطری برای نوشیدن استفاده کنی یا از بطری بنوشی که براش اوسا بردی. بعد فلاش دی آرتیکلش یعنی فمینین مؤنث هستش، در داتیو دی تبدیل به در میشه. اگر آرتیکل رو مشکل داری در هر داتیو در آکوزاتیو نومیناتیو فرقی نداره، برگرد ویدیوهای قبلی رو حتما نگاه کنید، من همشون رو کامل توضیح دادم. بعدی درشل ایست اوس متال مساویان، میگیم که میز از متاله، یعنی تو اگر بخوای بگی جنس یه چیزی از چیه بعد از اوس استفاده کنی، درشل ایست اوس متال، فلزه، متریال. ببین متریال اون جنس رو اگر بخوای بگی، متریال اون حالا هر چیزی که میخوای بگی، مثلا تخت، میز، صندلی، بخوای متریالش رو بگی از چی ساخته شده، باید از اوس استفاده کنید. پس این شد اوس. همیشه یادت باشه اوس همیشه داتیو میسازه دیگه. اگر یادت باشه تو ویدیوهای قبلی مثلا داشتیم همیشه ایش کما اوس دم ایغان، اوس آورده بودیم، بعدش که ایغان اومد آرتیکلش تبدیل شد به دم، اوس دم ایغان. خب بای ich bin heute bei Lisa Personen. اگه بخوای بگی که کنار کسی هستی، پیش کسی هستی، از بای استفاده کن. ich bin heute bei Lisa. من امروز پیش لیزا هستم. بای لیزا Personen هستش، پس از بای استفاده میکنیم. er arbeitet bei Siemens. Siemens تو این شرکت فیرما. اگر تو فیرما خواستی بگی، یعنی که بگی که من در یه شرکتی کار میکنم، فیرما بود، باید بای استفاده کنی. ار آبایتت بای زیمنس، یعنی اون در شرکت، او در شرکت زیمنس کار میکنه. زیمنس هم این فیرما هستش. آکسفورد لیگت بای مونشن. نه، اگر بخوای بگی مثلا یه شهری نزدیک یه شهر دیگه یه، نه نزدیکن، او دو شهری که خیلی بهم نزدیکن رو از بای استفاده میکنی، میگیم آکسفورد قرار داره نزدیک مونشن، خیلی نزدیکن به هم، از بای استفاده میشه. حرف اضافه بعدی میت هستش که میتو از همون جلسات ابتدایی ویدیوهای اول در موردش توضیح دارم. اولین حرف اضافه داتیو سازی که خوندیم اصلا میت بود، گفتیم به معنی بای و باید بعدش داتیو بیاد. خب ایت فاقه میت ماینم فوند این دن اورلاب پارتنر، میگه که من با دوست پسرم میرم به اورلاب، میرم به سفر. پارتنر میگه اگه بخوای در مورد اینکه با کسی بری، با پارتنر، با هر کسی در کل بخوای بری، میتونی میت بگی، بگی مثلا میت ماینم فاتا،
اسمعي نموتها ومادارا بقدارا ادام اسمعي نفغونتين حتما بعدش بعد داتیو بیاد من یه با میده خیلی هم کاربرد داره و همیشه هم میبینیدش بعدی بیا فاقن بیدن بوس فرکرز نیتر ما میریم با اتوبوس برای وسایل نقلیه هم فرکرز نیتر وسایل نقلیه هم با میز بعد استفاده کنیم کلا معنی بار رو میرسونه دیگه حالا خیلی درمند اینا نشین ولی خب من یه بار میده که برای همه چی آدم با وسیله نقلیه با ماشین با موتور چه میدونم با دوستم با مامانم با بابا همه تو فارس هم ما اینطوری استفاده میکنیم اینجا مادر چی میز ایش نقلی من میدم بلایشتی اینسترومنت میگه من مینویسم با خودکار یعنی ابزار اگر تو خواست از اینسترومنت استفاده کنی باید میز بیاری که میگم تو فارسی هم همینه میگی من با خودکار یا با مداد مینویسم من با رو یعنی از کلمه با استفاده میکنی اینجا هم دقیقا اون با میشه میز حرف اضافه بعدی نخ هستش نخ ارفرت نخ دویچلند باهین میگم که اون میرونه میره حالا با ماشین به سمت دویچلند آلمان یعنی میگه به سمت جایی رفتن خب مثلا اشفاق نخ تهران من میرم به سمت تهران والا فاقا یعنی راندن با ماشین یعنی با ماشین دارم میرم به سمت تهران به سمت جایی رفتن ووهین که حالا بعدا میخونیم ووهین و ورو حالا اینجا فلان یه اشاره هست براش نخ میاریم از جایی به جایی دیگه در حال حرکت بودن و نخ میگیم یعنی که مثلا داره میره آلمان الان داره میره Es ist fünf nach zwei. برای ساعت ها میگم wie spät ist es? ساعت چنده؟ wie spät ist es? میخوای بگی که es ist fünf nach zwei. میخوای بگی پنج دقیقه از دو گذشته. دو پنج دقیقه از بعد نخ بگی. از وقتی که از خود ساعت دو حالا از هر ساعتی یه مقداری میگذره بعد از نخ بگی. تمپورال زمانیه. بس برای حالت های ساعت هم از نخ استفاده میکنیم. نختم اسن کنش نیش گوت آوائتن میگم بعد از غذا من نمیتونم خوب کار کنم بعد از یه کاریو خب بخوای بگی اون موقع بعد از نخ استفاده کنی نخ یعنی بعد کلم نختم اسن کنش نیش گوت آوائتن بعد از غذا من نمیتونم خوب کار کنم پس چی شد؟ یکی اینکه به سمت جایی رفتن برای ساعت حال تمپور زمانی و بعد از اینکه بخوای بعد یه کاریو بخوای توضیح بدی نخ مثل بعد از غذا بعدش هم که داتیو میاد حالا ببین دویچلند اینجا آرتیکل نداره اگه گرامرشو نمیدونین تو گرامر سطح آنیز هستش ویدیوهای ابتدایی اگه مثلا میگفتم ارفرد نخ خواهم بگم ایران گفتم نخ دم ایران درسته؟ چون دویچلند جز کشورهایی هستش که آرتیکل نداره اگه کشور آرتیکل دار بود بعد آرتیکلشو داتیو کنی بذاری اینجا هم خوب عدده بعد اینجا اسن داسته داست اسنه که داتیو شده شده نخ دم اسن حرف اضافه بعدی زایت هست به معنی از که بعدش مثل قبلیه بعد داتیو بیاد زایت آنم یا آر وانه این برلین میگم از یک سال پیش من در برلین زندگی میکنم در برلین آلمان زندگی میکنم ببین چطوری زایت از گذشته شروع شده بگین این در فرگانگن های در گذشته شروع شده هایت نا و هنوز هم اون اثرمون ادامه داره میگم از یک سال پیش که من در برلین زندگی میکنم الان هم خوب دارم زندگی میکنم خب ببین اینو نگاه کن از اینجا شروع شده و الان هم ادامه داره الان که این وضعیتم حالا فعلا هم در اون شرایطم شرایطم عوض نشده و اینکه ببین اینو دقت کن جمله که زاید داره هیچ موقع گذشته نمیاد چرا چون مفهوم گذشته بودن میگم از یک سال پیش تو خود زاید معلومه دیگه اصلا تو نیاز نیست اون فعلت رو تغییر بدی زد آنم یا وانه این برلین از یک سال پیش من در برلین زندگی میکنم حرف اضافه بعدی فون هستش به معنی از حالا من واجه که آبیم هم تموم شد به معنی که قرمز نوشتم حالا امیدوارم که از یک کننده نباشه حالا بعید میدونم به معنی از هستش که مثل بقیه داتیو میسازه یعنی پرپوزیسیون داتیوه بین وقتی بخوای از جایی بیای مثلا ich komme gerade vom Zahnarzt woher میگه از کجا میای خب woher kommst du میگه ich komme gerade vom Zahnarzt میگه من الان دارم از
دندون پزشک میام ببین وهر از کجا از جای اومدن میشه با فون بعد بگی که سان آرس در هستش داتیف شده شده فون دم یعنی بعد میگفتی گواد فون دم سان آرس که در آلمانی فون دم و یه دفعه میگیم فون فون دم میشه فون مثلا آن دم میشه آم سودم میشه سوم اینا رو یه خورده کوچولوش میکنن بعدی دیشوستر فون ماینا فوندین ایست شون فون هایغتت گنتیب برای مالکیت و گنتیب هم از فون استفاده میکنم میگم خواهر دوستم خواهر دوست دخترم هست متأهل در فلو کافن لیکت زود لیش فون فاین فون اگر بخواد جای یه چیزی ها از نظر موقعیت جغرافیایی بگیم مثلا بگیم فرودگاه قرار داره در جنوب فرانکفورت در جنوب فرانکفورت ببین زودلیش فون فرانکفورت جنوب به فرانکفورت زودلیش صفت معنی جنوبی جنوب برای این حالت هم از فون استفاده میشه حرف اضافه بعدی سو هستش که حالا با سه تا مثالی هم یاد میگیریم میکامه ایک سون بانهوف چطوری من برم بانهوف ببین در جواب در حالتی که بخوایم واهین رو بگیم خب یعنی یه حالت جا به جایی هستش به کجا داری میری خب به من داری میگی بیکنم یه سومان چطوری من میتونم برم بانهوف یه جا به جایی داره اتفاق میفته یعنی واهینه که حالا با واهین من فعلا نگفتم در حال حاضر در آینده میگم برای این حالت میتونیم از سوم بگیم سو که این آرتیش در بوده داتیش شده شده دم سو دم که گفتم میشه سوم بکنه ایسون بانهوف چطوری من برم بانهوف ایسکا بعد این که خب بیشتر سو برای یه مکان مشخصه ببین بانهوف یه مکان مشخصه میگه چطوری من برم بانهوف هایته فان بیا سو ماینن انتا میگه که امروز ما میبینیم پدر مادرم رو ملاقات کنیم که حالا ملاقات کردن اینجا نهی برده ولی مفهومش میگه یعنی میگه ما امروز میریم به سمت پدر مادرمون میریم مادر پدرمون رو ببینیم این هم باز همون حالت هست سو وش دوگ از ایش ایما آن تمپورال میگی که برای صبحونه میخورم من همیشه یه دونه تخم مرغ و تخم مرغ همیشه میخورم تمپورال زمانی سو وش دوگ یعنی چی؟ یعنی که برای صبحونه یعنی در زمان صبحونه به خاطر همین تمپورال هستش که وش دوگ داس هستش داتی شده شده سوم وش دوگ درسته؟ این بود از حروف اضافه داتیو اگر که احساس میکنید که مثلا خب من الان فهمیدم سو برای مکانه ناخم خب داریم اینا ناخ بذارم سو بذارم چطور تشخیص بدم این مبحث مفصلی داره در مورد و واهین هر موقع با اون مبحث رسیده حالا من سعی میکنم گام به گام بذارم با اون مبحث که رسیدیم مفصل اینو براتون میگم و این ابهامات حل میشه الان در سطح شما هم اینا رو که بدونید خیلی زیاد هم هستش به خاطر همین نگران نباشید اینا رو بعدا مفصل تر مخصوصا سو و ناخ اینا رو بیشتر یاد میگیریم و فون اگر که سوالی داشتید حتما برام کامنت بذاریم مرسی که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید لطفا ویدیو رو لایک کن و سابسکرایب یادت نره خیلی ممنون فعلا